نام خداوند مهربان و توانا سلام تقدیم میکنم به همه شما هموطنان عزیز و خانواده های محترم و همراهان همیشگی مجله زندگی. امیدوار هستم هر آنجای دنیا که سکونت دارین صحتمند و خرسند باشین و روز و روزگارتان به میل دلتان تا این دم سپری شده باشه. در بعد از ظهر روز دوشنبه قرار داریم با جمع از همکاران. امروز هم تلاش ورزیدیم یکی از متفاوت ترین برنامه ها را در مجله زندگی تقدیمتان بکنیم. امروز محتویات و موضوعات خیلی خوب را در برنامه گنجانیدیم، یکی یکی ما تقدیمتان میکنیم. شما مثل همیشه ما را همراه بمانین الی رأس 33 دقیقه به وقت کابل افغانستان که مهمان خانه هایتان و میزبان دقایق با ارزشتان هستیم. امروز هم از داستان کودک آغاز میکنیم که یک داستان خیلی زیبا و خیلی جذاب و دلپسند را همکار خوب ما علیرضا صادقی آمادگی گرفتن و شما کودکای نازنینه که همیشه بیننده و شنونده مجله زندگی هستین، همیشه همراه هستین با ما در مجله زندگی، تقدیمتان میکنیم. شما ما را همراه باشین و در کنارش امروز باز هم دخت و دوز داریم. بر رسم هر دوشنبه که ما دخت و دوز را در مجله زندگی به شما عزیزان تقدیم میکنیم. همکار خیلی خوب ما یک خیاط لایق هستند، زاکره جان، که با ما در این بخش همکاری میکنن و در رابطه به خیاطی و حرفه خیاطی موارد خیلی خوب را به شما عزیزان همیشه آموزش میدن که امروز هم از برش کردن و برش نمودن لباس به شما خوبان آموزش میدن و شما مثل همیشه بیننده بمانین که در وقت خیلی کم شما میتونین که یک خیاط مجرب و لایق باشین. و در ادامه امروز باز هم زبان داریم همکار خیلی خوب ما یونس بصیر فقیری با ما همکاری میکنن در این بخش که از استادهای مجرب و توانایی هستند که امروز باز هم آموزش های خیلی خوب را در زبان انگلیسی آماده کردن و شما خوبان آموزش میدن که در رابطه به ضمایر پرونانس و یا هم فایل ها افعال و فعل امروز آمادگی گرفتن به شما عزیزان حتما حتما تقدیم میکنن در استودیو با ما همراه میشن و در پایان هم روانکاو داریم. عزیزان بیننده شما مطمئن هستم که میدانین کودک ها و اطفال که ما در خانه داریم و شما هم کودک هایی را که در خانه تان دارین گهگاه متوجه میشین که دروغ میگن و یا به عادت دروغ گفتن عادت کردن و متوجه شدن که دروغ گفتن اصلا بر کودک ها چی علل و عوامل میتونه داشته باشه، چی ضررهایی را میتونه در پی داشته باشه. امروز تمام این موارد را در روانکاو همکار خیلی خوب ما امید وطن با مهمانشان بحث و گفتگو میداشته باشن و بسته نظریات مردم عزیزمون را همچنان میداشته باشیم که هموطنان خوب ما در رابطه با دروغ گفتن کودکان چی نظریات و دیدگاه های را شریک ساختن. حتما بیننده بمانید و اگر سوال و پرسش دارین به شماره تماس 0798-4012 و تماس شوید، سوالاتتان را از امید جان و مهمانشان بپرسید. دوباره خوش آمدین عزیزان بیننده. وعده سپرده بودم که بخش دخت و دوز داریم و خوشبختانه تنها نیستم. همکار خیلی خوب ما خیاط مجرب و توانا زاکر احمدی با ما هستن در این بخش. خیلی خوش آمدی زاکر جان. خیلی ممنون تمنا جان گل. عرض سلام و ادب خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز، آن عده هنرجویانی که در خانه هایشان نشستن و دارن از پرده های تلویزیون تماشاگر برنامه ما هستن. و تمنا جان، در آغاز برنامه یک چیزی یادم آمد. ما همیشه عمل دزدی را بسیار تقبیح میکنیم، زشت میبینیم، بد میبینیم، ناپسند میبینیم. اما مادر ما بر ما یک روز گفت که دخترم تو باید دزد هنر باشی. و اینجاست که بار منفی دزدی رو به طرف مثبت شدن میره و در هنر باید کلگی هنرجویی مثل یک دزد عمل کنه. دوست چه قسمت هوش و حواسش باشه که چه رقم و از چه نگاهی با مشاهده خود کسب بکنه. و در هفته قبل قرار معلوم ما نحوه اندازه‌گیری را یاد گرفتیم. بله. هفته قبل هموطنان عزیز ما اگر ندیدن برنامه را از طریق چینل یوتیوب ما میتونن بیننده باشن و فعلا هم زاکره جان یادآور شد که هفته قبل ما در رابطه با اندازه‌گیری درست یک لباس که یک لباس را چطور اندازه بکنیم و نحوه درست اندازه گرفتن یک لباس چطور میباشه که زاکره جان موارد مفید و مثبتش را بر ما آموزش داد و
امروز هم در رابطه با برش کردن لباس که چطور یک لباس را ما برش بکنیم به نحو درستش در خیاطی آموزش های خیلی خوب را آمادگی گرفتن که بر ما و شما عزیزان امروز تمامش را آموزش میدن. بله، در آغاز بیا که شروع بکنیم کار را. بله. بر روی تخته ما. اینجا میبینین در تخته ما یک سلسله خط کشی کردیم. اول خو ما وقتی تکه را میخریم چهار لا قات میکنیم. و در هفته قبل ما برای شما نحو اندازه گیری یک لباس ساده را یاد دادم. امروز این خطا را که کشیدم برای شما میخوایم که بیان بکنم. اول این خط کارور، خط بغل، خط کمر، خط سر سورین و خود سورین. اینجا هم دور زانو. خب چطور است که خطای ما را نامگذاری بکنیم؟ A B C D E و F. اینال بخاطر ای که ما الگوی خود را بکشیم و رسمش بکنیم میاییم یک حلقه آستین میکشیم اینجا. وقتی که حلقه آستین کشیدیم تا خط بغل اینجا یک زاویه ایجاد میشه، زاویه 90 درجه و به اینجا یک انچ بالا میاییم و اینمی خط ما را میاییم وصل میکنیم در اینجا تا به اینجا. مثلا بغل نفر است 34 انچ. 34 انچ ما میشه وقتی که دو تقسیم بکنیم 17 میشه. اینجا مثلا 34 انچ است، اینجا را ما 34 میگیریم و شانه نفرم هست، اینجا شانه است 15 انچ. کمر نفر مثلا کمرش هست 30 انچ. همیشه بین کمر و بغل 4 انچ تفاوت وجود داره. خط سر سورین، بعضی هستن شکم نداره، سورینشان صاف است، ای هم در حدود مثلا 33 انچ باشه و سورینش هم 35 انچ. دور زانوش هم خوب چون دخترها دوست دارن لباس ها ماکسی تر چسب تر باشه، ما دور زانوی ایره میگیریم 32 انچ. اینالی میاییم یا را وصل میکنیم با هم. سورین چون یک اندازه بزرگتر است و دور زانو یک اندازه کوچکتر است. اینجا ببینین یک نقطه بسیار مهم دیگه برای شما بگویم، شانه همیشه خمیده است. اینجا را 1 انچ قیچی میکنیم یا کچ میزنیم. 1 انچ باید همیشه 1 انچ باشه یا متفاوت است در همه افراد؟ نه خیر، نه این متفاوت نیست، همیشه باید 1 انچ شانه کچ زده شد چون شانه یک ذره خمیدگی داره و در این حصه 0.5 انچ پیش میاییم تا اینجا و از اینجا به این ترتیب قیچیش میکنیم. ببینید یک قول بسیار خاصی به وجود آمد و از سر شانه تا خط بغل را معمولا باید 8 انچ بگیریم، یعنی درازی قول. این البته برای انسان های معمولی است، ما مثلا برای کودک داریم، برای بزرگسال داریم. بله، وقتی که ما اندازه را میگیریم در اونجا باز معلوم میشه که چقدر نفر چاق است یا لاغر است، نظر به اون ما اندازش هم میکنیم. اینال یک چیز دیگه که بسیار مهم است اوی است که وقتی که ما این الگو را رسم کردیم ای مثل یک لباس ساده آمد، چون بدن انسان ها کس استوانه ای شکل نیست. بله. یک اسه یا یک قسمتش برامدگی داره، یک اسهش افتادگی داره و یک بعضی جاهاش انحنا داره، مثلا ده اسه بغل و سورین بعضی جاهاش افتادگی است و بعضی جاهاش برامدگی داره یا برجستگی داره. اینال بخاطر ای که برجستگی ها خوب در لباس معلوم شد ما چیکار میکنیم؟ فیف میگیریم
با گفته عامیانه ما و شما نمود لباس برای نمود لباس برای چسب شو فکس جان شو ما رو فایف میگیریم و به اصطلاح ایرانی ها اونا رو پنس میگن. ما فایف میگیم، ایرانی ها پنس میگن. چون هموطنان عزیز ما بیشتر با اصطلاح فایف آشنایی بله. دارن، میدونن که فایف باید گرفته بله. شود. اینا این یک لباس ساده است. در لباس ساده ما این هم تو صاف صفا آمده. بخاطر این لباس ما خوب بجان بچسب گفته شما باید ما فایف بگیریم. بچسبم یعنی فکس جان بیاید. فکس جان شو بله نخود نبزر. اینالی وقتی که ما اندازه را گرفتیم هیچ گاهی اتومات اینجا را 33 سانتی نمیگیریم. همیشه یک اینچ به خاطر درس کلان میگیریم. اما زمانی که ما فایف میگیریم اینجا را اندازه بغل میگیریم. فقط از بغل یک اینچ خردتر میگیریم. مثلا اینجا را اگر من 30 بگیرم خب این باید ایتی شود. ایتی شود. اگر این رقمی شود بازو یک قسم خلا اینجا درز خراب استاد میشه وقت دختر. بهتر است که اینمی درز اضافه را در داخل فایف ببریم. اینجا یک خط مستقیم کشیدم. ما ده هفته قبل یک اندازه گیری را خوانده بودیم به نام قد فایف. آها یادم است. یادتان است بله. قد فایف از سرشانه گرفته میشه تا سه برجستگی بدن. اون برجستگی بغل. و بعدا فاصله بین دو تا برجستگی هم گرفته میشه. و ما به طور عملی در مدل هم نشان دادم. بله. مثلا قد فایف نفر است دای بر افت یا هشت. اینالی دای بر هشت که شد ما این خط این اینجا را ده میگیریم اینجا را هشت است و هشت را اگر دو تقسیم کنیم چهار میشه چهار و نیم میگیریم نیم اینجا به خاطر درس اینجا خط کمر است کمرم به همین حساب و اینجا را اینالی به خاطری که اینمی خلای درس ما در داخل ازی شوه این خط ما پاک میکنیم و اینمی را از کجا میگیریم از اینجا اینو ببینیم این یک فایف همیشه حصه کمر برجسته است و این فایف از سه بغل گرفته میشه تا سه سر سوریم و سه کمر بسیار زیاد گرفته میشه بخاطر که همیشه کمر یک نقطه باریک است و باید درزا و خلا در اینجا گرفته شود تا ای که خوب در بدن استاد شود اینال بعضی ها مشکل دارن میگن که ما وقتی که تکر قیچی میکنیم یا تکه ما رو برش میکنیم وقتی که فایف میگیریم یک فایف ما بالا میشه یک فایف ما پایین میشه یا وای فای ما خراب میشه برابر نمیشه زمانی که ما اندازه گیری را کردیم یک اینچ به خاطر درزای ما اضافه میگیریم و سه کمر همیشه برابر با بغل میگیریم فقط یک اینچ کم میگیریم باز میگن که کلان بیا خیر درست میشه خرد نه در اصل ما طرفدار این نیستم که لباسی که دوخته میشه درز چهار چهار ناخن باشه به خاطر که وقت دوخته شوه درز زیاد لباس خراب به جان استاد میکنه لباس باید فکس جان قیچی شوه فقط یک اینچ یا دو اینچ زیاد قیچی شوه از اینکه زیاد قیچی نشه اگه زیاد قیچی شوه باز وقتی که ما او را میدوزیم مو یک رقم بد استاد میشه دبل استاد میشه بهتر است که برابر جان استاد شوه این یک نوع فایف بود در حقیقت در بالاتنه ما یک نوع فایف نداریم چون برجستگی یا سطح انحنای بدن زیاد است ما در یک بالاتنه از ده جای فایف میگیریم مثلا فایف سرشانه داریم فایف در زیر قول داریم فایف زیر سین داریم و یا از این طرف هم ما فایف گرفتن میتونیم او طرف چی یاد میکنن زاکرا جان؟ کلان فایف است ایره خب خود خیاطا بهتر میفهمه که فایف چه رقم بگیره و این روی ورق قیچی میشه مثلا این فایف که است این بر لباس صاف ساده که است این فایف گرفته میشه ولی بعضی بالاتنا هاست نظر در دخت مثلا کج یخن است یا یخن نمیفهم یکان یخن های بسیار مدل سخت است در اونجا است که باز دیگه هنرمند مغلق است دیگه هنرمند چرت خودم میزنه که باید اما حصه برجستگی ها چرا کم برابر شده داخل لباس باز از او فایفا استفاده میکنه اینالی من میخوایم که یک گرفتن فایف بغل یاد بتم
که کلگی دمی مشکل دارن که چرا قمه می فایپی بغل گرفته میشن. وقت ما که ما ببینیم وقت ما کفایت میکنه یا خیر؟ شاید در حدود 3 دقیقه یا 4 دقیقه تمام شد. درست است، مشکل نیست. مشکل نیست. خیمه یک بالاتنه قیچی میکنم. اینجا ما یک تا بالاتنه میکشم بر شما. اینجا ببینیم یک پنس، اینجا هم دوری یخن است. در این ببینیم هیچ گاهی مایی را برده سرتکه اوار کده قیچی کده نمیتونه. باید تمام چیز از او پاتن جور شده. همین گونه بگی که همکارای ما تصویر شو بگیرم. این یک بالاتنه معمول. اینجا فایف سرشانه است. پنس سرشانه. وقتی که ما بخوایم زیر قول فایف بگیریم. اینجا 3 اینچ پایین میاییم از قول ما. اینال ما ایره چی کار میکنیم؟ این پنس ما را انتقال میتیم. برش میزنیم. بله برش میزنیم. و اینجا یک خط دیگه که اینجا 3 اینچ پایین آمدیم این را البته تا اینمی حصه پایین میاییم. اینجا چی کار میکنیم؟ این در اینجا انتقال کرد. اینجا یک خالیگاه ایجاد شد. اینمی خالیگاه را ما مثلا نیره پس اضافه ایرم قیچی میکنیم که برشکاری ما صاف شوه. ببینین یگان تو است پیرانه وقتی که قیچی میکنه هیچ اینمی خلار نمیکشه. راستن اتومات اما تو سرتیر قیچی میکنه باز اینجا یک فایف میگیره. اما تو وقتی که باز او را در پشت میچسبانه این رو ببینین من قد کردم اینجا جای بغل جور شد. وقتی که این را قد میکنیم بخاطری است که ما اینمی پنسه که در سر شانه بود او را در بغل انتقال داده. معمولا این فایف ها را برای کسایی میگیرن که بغل کلان داشته باشه. برای لاغرا کس از او فایف های دیگه گرفته میشه. قبلا یادآور شد. و هر چقدر فایف های ما حجم تر باشه یعنی چاقش زیاد تر باشه به همون اندازه است که جای برای بغل درست جور میشه. و اگر فایف های ما خرد خرد باشه یعنی لاغر باشه ای جای برای چیز برای بغل درست جور شده نمیشه. باز متوجه باشی زاکره جان دم و لباس یک کم سکتگی ایجاد میشه. بله. یا به نحو چملک معلوم میشه نه؟ بله بله صاف استاد نمیشه. قسم خیال میکنه یک چیز از جان دور استاد شده هم تو یک چیز استاد معلوم میشه. و به خاطری که ما اینمی فایف های ما رو خوبتر و صفاتر بگیریم بهتر است که ما از الگو استفاده بکنیم.
نقش الگو بسیار مهم است. برای کسایی که نو یاد میخواین یاد بگیرن باید ورق داشته باشن، از روی ورقشان او را قیچی بکنن و بعد تکیشان هموار بکنن، او را سرش قرار بده و از او استفاده بکنن. این بسیار صافتر خوبتر استفاده میشه. بود مواردی که این هفته در روز دوشنبه خودت از برش کردن لباس البته در روی تخته و در کاغذ تونستی که به هموطنان ما آموزش بدی. هفته بعد منتظر چی باشه؟ هفته بعد انشالله ما با الگوی آستین، انواع و اقسام آستین آشنا میشیم که آستین یکی از مهمترین بخش یا برش است که دقیقا. باید کلگی خلاصه دمی آستین مشکل داره و همیشه از من پرسان میکنه که تو خودت چه رقم آستین قیچی میکنی یا برش میکنی. دیگه از بیننده ها میخوایم که پابند باشن، درسار ببینن، یاد میگیرن. همه ما بیننده هستند و شما عزیزان منتظر بمانید تا هفته بعد که زاکره جان باز هم با موارد را که آمادگی میگیرن با شما عزیزان برمیگردن و تمام این موارد را تقدیمتان میکنن. رفت و برگشت خیلی کوتاه داریم، در ادامه مجله زندگی ما را همراه باشین که باز هم با کمال احترام خدمتتان حاضر خواهیم شد. دوباره خوش آمدین عزیزان بیننده، در ادامه مجله زندگی با شما هستیم و فعلا هم وعده سپرده بودیم که بخش زبان داریم. همکار خیلی خوب ما یونس بصیر فقیری در این بخش با ما همراه هستن در استودیو. میریم موارد را که امروز آمادگی گرفتن با هم یک جا بیننده می باشیم و در ادامه روانکار را فراموش نکنین که در رابطه به دروغگویی اطفال یا اطفال زمانی که دروغ میشن مواردی را که در دروغ میخواین به خود تحمیل کنن و تطبیق بکنن چی علل و عوامل داره از دیدگاه روانشناسی. همکار خیلی خوب ما امید وطن با مهمانشان استاد هاشمی در این موارد بحث و گفتگو می داشته باشن. بس نظریات مردم ما را همچنان فراموش نکنین، دیدگاه ها و نظریات خیلی خوبشان را با ما شریک ساختن و فعلا هم میریم با هم یک جا بخش زبان را بیننده می باشیم. روانکاو را همچنان فراموش نکنین و رفت و برگشت خیلی کوتاه همچنان داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، خیلی خوشحال هستم باز هم با محمد یونس بصیر فقیری به خدمت شما قرار دارم و آرزومند هستم که لباس عافیت بر تن داشته باشید و باز هم ما شما یک جا بتونیم درس خود را آغاز بکنیم. دوستان عزیز، امروز درس دوم خود را شروع میکنیم با شما. درس دوم ما توری است که در رابطه با ضمیر ما شما میخواهیم بحث داشته باشیم. دوستان عزیز، ما میخواهیم در این قسمت بر شما یادآور شوم که قسمت باز هم English Treasure 1 است و Lesson 2 یعنی درس دوم است. First day یعنی روز اول ما هست. قسم یعنی منظوری است که درس دوم ما روز اول است. ما همیشه بر شما یادآور شدیم که هر درس ما دو روز خوانده میشه و درس دوم روز اولش است. در قسمت دو ساب ما شما بخشای زیاد مورد مطالعه قرار میتیم. از جمله بخشای که ما شما میخوانیم Definition of Pronoun است، تعریف ضمیر است. Personal Pronoun یک نوع ضمیر ما شما اینجا مورد مطالعه قرار میتیم. بعد Subject یعنی فایل است، ما شما یک معرفیش میکنیم. Subject Noun است، باز اسم های فایلی هست و در این قسمت Subject Pronoun یا ضمایر فایلی هست و در این قسمت ما شما یک کویز داریم که باز کویز هم ما شما پلی میکنیم. خب در این قسمت دوستان عزیز، ما میخواییم بر شما موضوعات اینجا یادآور شوم که خود پرناون یا ضمیر چی است. ما شما دوستان عزیز میبینیم که پرناون یک ضمیر معنا میده. اکثریت دوستان تعریف به شکل مغلق و پیچیده میخواین یاد بگیرن و خیلی آسان خیلی ساده هست. ما براتون مکمل تشریح میکنم و در این قسمت کتابم شما در قسمت درس دوم اینجا شما متوجه باشین. در اینجا از قسمت ضمیر شروع شده درس دوم ما و قسمت ضمیر یک خیلی یک بحث مهم است. فقط میگیم use استفاده میشه instead of چی؟ instead of noun. جانشین چی میشه؟ اسم. شما میتونم قدر شما اینجا یاد بگیریم. من میخوایم این موضوع رو با شما اینجا خوبتر بهترتر تشریح کنم. دوستان عزیز، این قسمت وقتی ما میگیم که پرو، خود پرو به معنای instead است، یعنی جانشین است. دوستان جانشین معنا میده. وقتی ما میگیم که خود پرو به معنای چی است؟ جانشین. خیلی اینال پرناون از دو قسمت اینجا ساخته شده. وقتی ما میگیم پرو، پرناون، پرناون به معنای جانشین چی هستن؟ جانشین اسم است. پس این قسمت وقتی ما جدا میکنیم، آنطور که براتون گفتم پرو به معنای جانشین و ناون به معنای
اسم است. پس پرونون وقتی که یاد میکنیم، پرونون یعنی جانشین اسم. من میخوام چند جمله اینجا براتون یادآور شم. مثلا وقتی من میگم که احمد از بای احمد یک بچه هست، اول ما بیایم نون یا اسم تشخیص کنیم. دوست عزیز اینجا میفهمیم که احمد اینجا یک اسم است و بای هم یک اسم است. میخوایم ضمیر احمد اینجا داشته باشیم. هی از بای. در اینجا شما میبینید دوست عزیز، در این قسمت ما شما بازم به نام بای گفتیم. در این قسمت ما شما میبینیم که به عوض احمد ما ضمیرش یعنی هیر از اینجا استفاده کردم. مثلا میگم که the book is on the table. کتاب بالای میز است. خب اینجا یک اسم است و اینجا هم دیگه اسم است. ما میخوایم که نوشته کنم، بگوییم که it is on the table. پس در اینجا میبینیم دوستا که it ضمیر چیه؟ ضمیر کتاب است. در این قسمت ما شما تانستیم که ضمیر کتاب را نوشته کنیم. و همچنان وقت ما بگوییم که جمیله cleans the dishes، جمیله از روش را پاک میکنه. در اینجا میفهمیم که جمیله یک اسم است. ما میخواییم به وادش ضمیرش استفاده کنیم. She cleans the dishes. پس در این قسمت ما دیدیم که ضمیر جانشین جمیله شد. دوستا عزیز، ضمایر بسیار زیاد است، ولی ما میخواییم که فقط یک نوع ضمیر در اینجا مورد مطالعه قرار بدیم که خیلی مهم است، به نام پرسونل پرونون یاد میکنن، یعنی ضمیر شخصی. ضمیر شخصی دوستا چیست؟ refer میکنه، used to refer، استفاده میشه برای چی؟ برای دلالت کردن. used to refer برای دلالت کردن استفاده میشه. دلالت کردن چی؟ دلالت کردن شخص. مثلا میگیم که refer برای کی دلالت میکنه؟ برای person دلالت میکنه، به این شکل بر شخص دلالت میکنه. به طور مثال وقتی که ما اگر یک جمله بگویم که پیشتر ما جمله را گفتم که احمد از بای احمد یک بچه هست، پس در اینجا وقتی ما میخواییم ضمیرش بگویم که هی از بای، خیال دلالت کردن، کلمه دلالت کردن یا رجوع دادن بر چی است؟ میگیم احمد دلالت، هی دلالت بر چی میکنه؟ دلالت به احمد میکنه. پیشتر ما جمله را بر شما اینجا گفتم که the book is on the table، کتاب در بالای چی است؟ میز. وقتی ما در اینجا حال ما میگم که، وقتی در این قسمت ما میگم که it is on the table. خب در این قسمت دوستا ببینید شما اینا it دلالت به چی میکنه؟ it دلالت به book یعنی کتاب میکنه. پس وقتی که ما میگیم بر شی هم دلالت میکنه، خیلی در این قسمت بر شی هم دلالت میکنه، بر think به می شکل، مثلا برای پلیس هم دلالت میکنه، برای حیوانات هم دلالت میکنه. به طور مثال دوستا شما در اینجا جمله دیگر رو ببینین. مثلا من میگم که میگم the English class، خب اینجا نوشته میکنم the English class is nice، صنف انگلیسی مقبول است. خب ما میخوایم که به عوض انگلش کلاس اینا رو در اینجا یک ضمیر استفاده کنم. چی میگم؟ it is nice. خیال it دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر انگلش کلاس میکنه. دوستو عزیز، باز هم مثلا ما بگیم که computer is new. کامپیوتر نو یا جدید است. حالا در اینجا چی میگم؟ میگم it is new. It is new. او نو یا جدید است. پس اد دلالت بر چی کرد؟ اد دلالت بر کامپیوتر کرد. خب ما در این قسمت دوست عزیز داریم که خود پرسنال پرونون باز با چند قسمت تقسیم شده. در قسمت هایی که خیلی عمده و مهم است، یکی به نام سابجکت است که سابجکت به معنی فایل است. دوم دوست عزیز به نام آبجکت خیلی از جمله
بحثای خیلی مهم است، مبنای مفعول است. دوست عزیز، ما میخوایم چند موضوع در رابطه با سابجکت برتون بگویم و چند موضوع در رابطه با آبجکت برتون یادآور شوم. دوست عزیز، سابجکت مثل یک ارتباطی هست. ارتباط بین سابجکت و آبجکت یک فعل است. سابجکت یعنی فاعل. فاعل به معنی کننده کار است، کسی که مثلا عمل انجام میده، کسی که فرض مثال کار انجام میده. مثلا ما میگیم که یک احمد مکتب میره و احمد در اینجا کننده عمل است که عمل انجام میده. به این شکل پس وقتی که اگر ما بتور در نظر بگیریم استاد شاگرد در نظر میگیریم، بینشان یک ارتباط تدریسی وجود داره. ما استاد میگیم کننده یک عمل است که عمل انجام میده، این تدریس میکنه و شاگرد عمل بر خود میگیره که بازمایی را به نام آبجکت یاد میکنیم. دوست عزیز، فقط اگر شما هم میخواین که خوبتر و بهتر یاد بگیرین، همیشه یک الگو رو بر خود قرار بدین. مثلا استاد فایل است، یعنی سابجکت است، همیشه مثلا فعالیت میکنه، عمل انجام میده، یعنی تدریس میکنه، و شاگردم آبجکت میشه که گیرنده یک عمل است. خب پس در اینجا ما شما میبینیم که در بین استاد و شاگرد یک عملی وجود داره که او عمل عبارت از عمل تدریس کردن است و این رو باز ما به نام فعل یاد میکنیم. فعل خیلی خیلی مهم است. فیل فیل حتی نشان میده که خود فیل تا رو به ما نشان میده که سابجکت چی کار را یا چی عمل را بالای چی انجام بده، بالای آبجکت انجام بده. پس دوست عزیز، ما شما هم سابجکت و آبجکت هم به شکل درست و بهترش و با تمام جزئیاتش و درس های بعدی خود به خیر مورد مطالعه قرار میدیم. دوست عزیز، وقت شما را نمیگیرم، پس به اینجا هم شما بعد از اینکه ما برنامه را خلاص کردیم، درس خلاص کردیم، فقط یک توصیه براتون میکنم که پس دوباره شما بشینید درستون را تکرار بکنید. امیل از اینکه درس ما تمام میکنیم، شما درس پس دوباره برای مدت یک ساعت یا بیشتر او کار کنید. در صورتی که اگر شما وقفه ایجاد بکنید، پس به معنی عزیز که درس شما فراموش میکنید. حتی میتودولوژیست ها میگن میگه زمانی که یک ساعت شما درس میخونید و یک ساعت بعد شما دوباره 50% درس فراموش میکنید. ولی بهتر همی است که شما زیادتر کوشش بکنید که بعد از اینکه ما درس خلاص کردیم و شما هم تکرار را شروع کنید و آغاز بکنید. دوست عزیز، فعلا شما را دیگه به خداوند یکتا و یگانه را میسپارم. تا درس بعد به خیر شما که باز هم ما به خدمت شما قرار میگیرم. الله حافظ و نگهدارتان باد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود و احترام و خسته نباشید دارم و تمامی شما هموطنهای گلم. آرزو میکنم که خوب و صحتمند و سرحال باشین، از گزند و روزگار در امان بوده و در کنار فامیلایتان در هوای سرد گرم باشین و مثل ما سرما نخورده باشین و مریض نباشین. امروز باز هم ما برگشتیم در برنامه مجله زندگی بخش روانکا و قرار است همراه جناب استاد هاشمی در مورد موضوعی که چرا کودکای ما دروغگویی میکنن، چرا همیشه دوست دارن به جای راست دروغ ابراز بکنن، دروغ میگن، سر صدا میکنن. و وقتی که شما میخواین موضوع حقیقت را در وجود اونا جستجو کنین، قطعا در امر پیدا کردن و شما ناکام میشین و نمیتونین یک فرزند راستگو داشته باشین. شما میتونین تماس بگیرین، سوالات خودتان را مطرح بسازین با پل ارتباطی ما که 0798-4012 ارتباط بگیرین و سوالات خودتان را از جناب استاد مطرح بسازین. شما را خیلی خوش آمد میگم استاد، روزتان بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام، تشکر، سپاسگزار هستم. ما هم بنابرای خود سلام تقدیم میکنم خدمت همه همیهنان عزیزیم در هر کجای گیتی هستن و خصوص در کشور عزیز ما. خداوند آرزومند هستم که همیشه برای همیشان سعادتمندی و کامیابی و بهروزی نهایت بکنه. سپاس قربانتان جناب استاد، بخیر سلامت باشین. امروز یک موضوع بسیار جالب را در قرار از در موردش صحبت بکنیم، این که دروغگویی در کودکان. و یقینا ما میدونم که خیلی فامیلا وجود دارن در افغانستان که از این موضوع رنج میبرن. ما در برنامه مجله زندگی و خصوصا بخش جالب روانکاو هر روز کوشش میکنیم موضوعات رو رویش بحث بکنیم که شما از او طریقه آسیب دیدگی دارین و میخواین حل بسازین. قبل از اینکه جناب استاد بپردازیم با بس به رسم هر روز، همکارای ما رفتن داخل شهر، نظریات مردم را در مورد این موضوعی که امروز ما صحبت میکنیم گرفتن. میریم ازای بیننده با هم یک جای ویدیو رو میبینیم، در ادامه برنامه خیلی زود برمیگردیم. Thank you.
به خاطر از این است که وقتی که یک فامیل یک طفل در فامیل گپ میزنه درست صحبت کردن نمیتونه و فامیل اعضای فامیل بعضی هاشون سرشان قار میشه و روحیشون زیر تاثیر میره و به خاطر از این است که شروع به دروغ و یا آغشته به عمل دروغ میشود. عمدترین دلیلی که اطفال دروغ میگن این است که به خاطر تربیه والدینشان هستند، چون والدینشان درست تربیه نمیکنند و یا خود والدین در خانه جنگ میکنند، بیشتر اوقات به طفل خود سلام میذارند یا لطشان میکنند، به خاطر است که دروغ میگن اکثر وقت. به دلیل از اینکه مثلا در اگر شما اگر دروغ رواج باشه، خب هم طفلام که هست از خوردی هم یا گپه که مثلا ما بزنیم، اگر دوی چتی بزنیم یا دوی خوب بزنیم یا کار خوب کنیم، هم اونا عملی میکنن. همین دروغ هم تا قسم است، مثل یک رسم رواج برای شده در مردم عام شده. همین طفلام هم رسم رواج بالاخره پیش برده میره. فرض کنین من خانه دار باشم، خانه مولات میشه، ما پیش روی از یک سیگریت بزنم، این سیگریت هم میزنه. اگر دروغ بگویم فرض کن دروغ هم میزنه دیگه. هر چی که از دیگر آموخت او هم امور میآموزه. پس به این معناست که جماعت ما شما فعلا به می ترتیب، به می قانون، به می سیستم روان است. ما اگر بخوایم که کودکای ما دیگه از دروغ گفتن، از فسق، از فساد، از منافقی دور شوند، پس چی بهتر اول فامیل خود بسازیم. من زیاد به دروغ گفتن علاقه ندارم و کسی که دروغ میگه او زیاد گناهکار بزرگ میشه. هر کس که میخواد که زیاد دروغ بگه او زیاد علاقه نشان نده، باز به دروغ زیاد چیز میکنه دیگه، مهارت میکنه و نباید دروغ بگه. نه، کسی که باز در مادرش هم دروغ میگه او هم گناهکار میشه، نباید دروغ بگه. اولی که دروغ گفتن بسیار یک عادت بد است و بعداً به دروغ کسی که دروغ میگه دشمن خداوند است و پایان ما به کودکان می است که هیچ وقت دروغ نگن، حتی اگر ترس از کس دارن واقعیت بگوین، چون که دروغ گفتن بسیار یک عادت بد و کار زشتی است. کودکان به خاطر دروغ میگه که از فامیلشان میترسه، چون که فامیلشان واره میزنه، از اون خاطر کودکا دروغ میگه و پیام به کودکایی است که باید دیگه دروغ هم نگویه و از فامیلا خواهش میکنم که به کودکایشان دست بالا نکنه. آیا واقعا دروغگوی دشمن خدا است؟ این صدق میکنه با ما، یعنی سند ما فرق نمیکنه که بزرگ هستیم یا کوچک، اما واقعا دروغگوی دشمن خدا است. امروز بالای موضوع بحث میکنیم، مثلا دروغ گفتن به نظر من که سند نمیخواد. هر کسی که دروغ بگه خب دروغ گفته. یک شوهر به خانم خود، یک خانم به شوهر، یک طفل به مادر فرق میکنه. حالا چی تعریف وجود داره از دروغگوی کودکان؟ ببینین قبل از اینکه وارد دروغگوی کودکان شویم، ببینین از نگاه اصطلاحی آنچه که خلاف بیان آنچه که خلاف واقعیت و حقیقت باشه دروغ هست، بیان آنچه که خلاف واقعیت و حقیقت باشه دروغ هست. این موضوع برمیگرده که به مرحله سنی نداره که این تا چند ساله هست و با کی هست و طبقه اناس هست، طبقه ذکور هست، مرد هست، خانم هست، ازدواج کرده نکرده و قول شما که دروغگو دروغگو هست و خلاف حقیقت. اما وقتی ما پای دروغ گفتن اطفال و کودکان میاییم، بحث یک اختلال به میان میکشیم، یک به قول روانشناس یک اختلال رفتاری بله. یک اختلال رفتاری که نیاز به چی داره؟ نیاز به ریشه یابی داره بله. اما ببینین بعضی وقتا کودکان بین تخیل و واقعیت خود چیزایی رو برای ما میگن، یعنی بین خیال پردازی خود و بین واقعیت چیزهایی رو به ما میگن که پندار ما میگیم، بر مبنای پندار ما میگیم دروغ هست. اما کودک هدفش از این بیان چی؟ بیان کدام چیز نامفهوم برای ما نیست. ما فکر میکنیم دروغ میگه، اما بین خیال واقعیت خود یک چیزهایی رو برای ما ارائه میکنه، ما اینو پندار میپنداره که دروغ میگه. و در هر حالت وقتی که یک وقتی زمانی پای اختلال به میان میایه، وقتی که از حالت عادی بیرون میشه به اختلال تبدیل میشه و روانشناس میگه اختلال رفتاری هست و باید ریشه یابی شه. اینا میگن از دروغگویی از نگاه دیدگاه روانشناسی در پیرامون برهای سنی کودکی. واقعا استاد بعضن عوامل مختلف باعث میشه تا این موزل و اختلال به وجود بیاد در بین فامیل، نظر به تربیت که انجام میتن.
حالا بعضا نمیدونن که چرا فرزندشون دروغ میگه. بله. با این که امکانات غذایی، امکانات پوشاکی، امکانات بله. تربیتی و تحصیلی رو به اونا فراهم میکنن، حتی از بازیچهشون شروع تا تعلیم و تربیتشون بله. ختم، اما ریشه اصلی رو نمیدونن. شما در مورد ریشه هایش هم اشاره کردین، ریشه های اصلی دروغگویی در وجود بله. کودک کدام هست؟ قبل از اینکه به ریشه ها بپردازیم، ببینیم که از نگاه روانشناسی مراحل رشد سنی به ابعاد مختلفی طبقه بندی میشه. پیش زمینه هر مرحله قبلی هست. دوران کودکی از نگاه روانشناسی، از نگاه بعد دینی و از هر زاویه‌ای که ببینیم، یک بعد، یک مرحله بسیار بسیار حساس، بسیار حساس است که باید والدین گرامی متوجه تمام زوایای این مرحله سنی باشند. اگر ما در دوران کودکی متوجه موضوعات نشویم، متأقین باشین ما پس زمینه دوران، پیش زمینه دوران نوجوانی، جوانی کودک خود با دستان خود خراب کردیم. یقینا. یعنی عادت‌های ناپسند، عادت‌هایی که منجر به یک رفتارهای غیر مطلوب در کودکان میشه، بفهمیم اگر ما اینو جلوگیری نکنیم، ما یک نوجوانی و یک جوانی نامطلوب رقم زدیم. لحاظا ما به مواظب باشیم و مراحل سنی مکمل مرحله بعدی هست. حال امیم روی سوال شما، نکته خیلی خوب را اشاره کردن روی علتها. ببینید گهگاهی ما همیشه فکر میکنیم که کودک ما این موضوعات از بیرون میگیره، ما را به دوش دیگران میاندازیم، به دوش محیط میاندازیم، میگیم کودک ما، طفل ما رفت بیرون یاد گرفت، کودک ما رفت در مکتب یاد گرفت، کودک ما رفت با این نشست یاد گرفت، با آن، درست از وجه تقلید. حال ما این بریدیش ها بیاییم که توی والدین، توی پدر و مادر، توی خواهر برادر بزرگ برادر شما چی کار کردین؟ نکته اول ببینین عدم پاسخ به نیازهای منطقی کودک. زمانی که کودک میاد نیازهای منطقی خودم مطرح میکنه برای ما، ما وقتی که پاسخ درست به اون نمیدیم، یکی از اولین و اساسی ترین ریشه های دروغگویی کودک همین است. ما پاسخ منطقی به نیازهای کودک نمیدیم. مثلا زمانی که کودک به کودک وعده میدیم که باید یه چیز براش بخریم، زمانی که نتونستیم میره بخریم، زمانی که خود ما بر اثر سهل‌انگاری نیاوردیم یا فراموشمان نشد، ما چی کار میکنیم؟ ما میایم یک چیز دیگر رو برو تعبیه میسازیم. اینجاست که کودک نمیتونه به حقیقت دستی پی بره. لذا تو را چی میکنه؟ درک داره، منطق داره، فکر میکنه. لذا اینجاست که ما زمینه دروغ گفتن رو برای مساعد ساختیم، چون ما برش دروغ گفتیم. چون ما برش، مگر مثلا پدر میگه که من پول نداشتم، اما چند دقیقه بعد، چند لحظه بعد یا شبش کودک میبینه که تو برای مادر پول میتی. اونجا گفتی من پول نداشتم که بیارم برات، اما با مادر پول میتی یا میری سودا از دکان سودا میخری. پس چی شد دیگه؟ ما مساعد ساختیم خود ما دیگه. نکته بعدی ضعف شخصیت و تحقیر شدن هست. وقتی کودکی که هی تحقیر میشه، شخصیتش بین خانواده کوچک میشه، به خاطر این که همیشه خود بلند جلوه میده، بزرگ جلوه میده، مثلا میخواد که بیرون میره، که مثلا وقتی ما رو تحقیر و توهین کردیم، ضعف عاطفی خود وقتی بیرون میره، جگر خون هست، اطرافیانش وقتی که میپرسه تو را چی شده، این پنهان میکنه، لحاظا متواصل به دروغ میشه. بله. میگه ما مثلا در امتحان نمره مرا کم دادن، یا مثلا جایی از بدنم درد میکنه، ما جگر خون، در حالی که ما تحقیر و توهینش کردیم، پنهان میکنه. ما دروغ از زمینه را خود ما برش مساعد کردیم. عدم توجه جدی و جلب توجه. زمانی میشه که ما به کودک توجه نمیکنیم. همه ما خوش داریم که چی؟ به ما توجه شود، خصوص در مرحله کودکی. بله. وقتی که والدین گرامی توجه نمیکنن، یا که مثلا بین فرزندانشان مثلا دیدای دوگانه پیدا میکنن، بچه و دختر، دختر و بچه، بچه اولی، بچه دومی، دختر اولی، دختر آخری، اینجا جلب توجه تو کم میشه. لذا به خاطری که این کودک بخواد جلب توجه بکنه، متواصل به دروغ میشه. خود مثلا مریض میاندازه، یک چیز مشکنانه، یا مثلا یک از بیرون یک گپ بخواد که محور موضوع بحث خانه رو به طرف خود بکشانه، یک دروغ پیش میکشه. متوجه میشه که اینا جلب توجه به طرف مشه. نکته بعدی تقلید از والدین. چه قسمی که ما در ویدیو دوستای ما شنید، تقلید خود والدینی که خودشان، مادر برای پدر دروغ میگه، پدر برای مادر دروغ میگه، برادر به خواهر دروغ میگه، خواهر به برادر کلان دروغ میگه. اینجاست که کودک الگوهای رفتاری که مبین رفتار و سازنده شخصیت کودک هست
والدین هست، بعد از او بزرگای خانواده است، کسایی که تو محیط خانواده میچرخه اینا هست. الگو برداری کودک میکنه ما هستیم، از ما الگو. وقتی که والدین این گونه باشه، الگوی تقلیدشان هم همین گونه است. این نکته بعد. نکته بعدی، به شدت تنبیه شوند. وقتی که کودکانی که به شدت تنبیه شوند، اینها هم به نوعی سر به یک سرخوردگی دچار میشن. بله. اینها باعث میشه که این تنبیه خود گهگاهی متوسل و دروغ شن. مثلا ببین زمانی که زیاد تنبیه و خودت که درد تحمل درد کمتر بکنن، میگن مثلا میگه پایم شکست، آها دستم شکست، یا قلبم گرفت، یا دلم درد میکنه، یا به شدت خود به زمین میزنن، تا از اون تنبیه شدید چی بکنن؟ فرار بکنن. بله. متوسل. و این تبدیل میشه به چی؟ به عادت. فرار از چی؟ فرار از تنبیه شدید به خاطری متوسل و دروغ میشن. نکته بعدی، ما گهگاهی انتظار بیش از حد داریم. فکر کنم تماس داریم. بله جناب. این نکته بعدی بعد بله از تماس. بله، در مورد انتظار بیش از حد حرفتون فراموشتون بله. نشه. خواهر مزکی جان از ولایت کابل تماس گرفتن. خیلی خوش آمدید مزکی جان به برنامه مجله زندگی. ما صدایتون را داریم. از همکاران میخوایم که صدای زکی جان را داخل استودیو وصل بکنن. همکارای عزیز صدای زکی جان را داخل استودیو وصل بکنین. زکی جان مشنوین؟ سلام، خوب هستین؟ سلام بدرکر، شما خوب هستین؟ سلام. تشکر میکنیم زکی جان، مهربونی بکنین سوالتان را بپرسین. من از دکتر سید سوالم این بود که من یک بیدرک خورد دارم از سالت زیاد دروغ میگه باوجود متاسفانه تماسشون قطع شد. برادرک 7 ساله داشتن، برادرشون زیاد دروغ میگه و فکر میکنن که به خاطر که زیاد مادرشون با پدرشون جنگ هم گفته میکنن، اینا اشاره کردن در اتاق فرمان ما، این مشکل به بار آمده باشه، چی راه کار پیشنهاد میکنین؟ دروغ گفتن، خصوص اختلال دروغ گفتن، از مرحله 5 سالگی شروع میشه، به 12 سالگی به اوجش میرسه. یعنی اگر ما از همین مرحله خصوص 7 سالگی که خواهر ما اشاره کرد، اگر جلوگیری موضوع نشویم، این اوج میگیره و اوج میگیره تا 12 سالگی. اگر ما نتانیم تا 12 سالگی یک نسخه درمانی درست و رفتاری خوب برای کودک نپیچیم، در حقیقت روی پیامدها انشالله میاییم، پیامدهای بسیار وخیمی داره. خواهر ما گفت، اشاره کردن، فکر کنید که پدر مادرشان هم جنگ میکنن. بله بله. ببینین خود یکی از میکانیزم هایی که کودکان بخواهن فرار از مسئولیت بکنن، که انشالله میاییم روش، یکی از میکانیزم هایی که بتانن اوزار پیشتر گفتم جلب توجه بکنن، یکی از میکانیزم هایی که خشونت رو پایین بیارن، همین موضوع هست. ببینین وقتی که والدین درگیر میشن با هم خشونت میکنن، کودک شاهد این موضوع هست، این موضوع رو دید میزنه و هر لحظه ای که مادر توهین میشه یا پدر توهین میشه یا مادر لتکوب میشه یا پدر اهانت میکنه یا مادر توسط پدر توهین میشه، کودکی رو گرفته رایست. کودک به خاطری که ببینه این فضا رو آرام بسازه، این تنش آرام بسازه و این خشونت پایین بیاره، بنه میخواه جلب توجه بکنه، با مثلا با وانمود کردن جای شکست، جای مثلا درد میکنه، یا با مثلا یک چیز انداختن به زمین، میخواد فضا رو آرام بسازه. یعنی کودک در ذهن خود با این مکانیزم میخواد فضایی که نامساعدی در خانه ایجاد شده اینا چی بکنن؟ آرام بسازه. یک نوع. و متعقین باشین زمانی که تنش بین والدین وجود داشته باشه، حتما بین پدر و مادر دروغ رد و بدل میشه، دروغ بین پدر و مادر رد و بدل میشه و کودک شاهد این دروغگو هست. و یکی از ویژگی های اساسی، بحث بیشتر اشاره کردیم، بحث تقلید و الگوگیری است. وقتی کودک در خانه شاهد این دروغگویی، دروغ گفتن مادر به پدر و دروغ گفتن پدر به مادر است، متعقین او دروغ هم در خودپنداری کودک نقش میبنده و به یک الگوی رفتاری برای کودک ما تبدیل شد. من توصیه به خواهر گرامی ما هست که اولی که تلاش بکنن که کودک برادرک خوردشان از این تنش ها و فضاها دور بکنن، تلاش بکنن والدین گرامی به خاطر اولادایشان هم که شده، به خاطر آینده ای فرزندان هم شده، این تنش های خدا پایین بیارن، حداقل کاری که میتونن اینا این تنش ها و گفتگو و گمگاه های خدا روبروی اطفالشان انجام نتن. بعد انشالله در بحث توصیه و درمان ها انشالله روی راهکارهایشون میاد. قنا استاد، یک چیزی که آسیب دیدگی شمرده میشه از نظر من است که پدرها و مادرها دوست دارن فرزندای راستگوی داشته باشن.
اما خودشان دروغ بله با اونا بله میاموزنن بله. یعنی دروازه تقلباب میشه بله. برو بچه‌م به فلانه کس بگو که پدرت خانه نیست بله. پدر خودش میگه من خانه نیستم این میتونه دروغ گفتن بیاموزنه. فعلا باز هم تماس داریم همکار بله. عزیزم میگه سهراب جان میگه که تماس داریم. خواهر ما مروه جان تماس گرفته از ولایت بلخ شهر مزار شریف. مروه جان خیلی خوش اومدین به برنامه مجله زندگی ما، صدایتون را داریم. سلام، روز بخیر. روز شما بخیر. مهربانی بکنید سوالتون را بپرسید. سوال بایی بود که میگفتم بچه یکم 12 ساله است و بچه ها دروغ میگه. من نمیفهم که امی راه جلاجی چگونه است، اما چگونه با عمل بکنم یا برخورد بکنم تا از این منفرف شود که دروغ نگوید زیاد. آها، شما بیننده باشین، استاد به شما پاسخ اشاره میکنه انشاءالله. خواهر جان، بله خواهر جان، 12 ساله هست، مکتب انشاءالله که میره دیگه نه؟ بله مکتب میره. متعقل مشخص برای من گفته میتونین که روی کدام مسائل زیاد دروغ میگه براتون؟ مثلا پشت یک سودا رای میکنین بیرون دروغ میگه، یا مثلا روی مسائلی که در خانه بهش معاول میکنین؟ نه، مثلا وقتی که در اعصابش مسروط میشه و او بیشتر مخصوص گیم میشه و بر من میگه که نه، من درست های مستقید میکنم بله، یا طریق از اون مدرست های میخوانم. بله بله بله. آها، شما دیگه سوال ندارن صد؟ سپاس خواهر. بیننده باشین خواهر گرامی، به شما پاسخ اشاره میشه. جناب استاد، قبل از اینکه بپردازین به جواب خواهر ما که پرسنده مورد طفلک 2 سالش، همکارای بخش فرمان رو میگه وقفه داریم. شما هم عزیزای بیننده جای نرین، ما یک میان برنامه خیلی کوتاه داریم در ادامه برنامه مجله زندگی و بخش روان کو، خیلی زود با شما برمیگردیم. بله خیلی خوش آمدین عزیزای بیننده در ادامه برنامه مجله زندگی بخش روانکاو. ما امروز در مورد عوامل دروغگویی در وجود کودک ها صحبت میکنیم. یعنی چرا کودک های ما دروغ میگن؟ چرا دوست دارن که دائما به جای حرف راست از دروغ استفاده بکنن؟ شما هم میتونین تماس بگیرین و به شماره تماس ما که 098-4012 ارتباط گرفته سوالاتتان را بپرسین. استاد، عوامل پیشگیرانه در کودک ها کدام ها میتونه باشه؟ دو نکته که از علت ها مونده بود، یکی انتظار بیش از حد بود. ما انتظار بیش از حد او زمانی است که ما بالاتر از توان و قدرت ذهنی کودک یا رفتاری کودک از او یک چیز را بخوایم. کودک به خاطر که بتونه خود قدرتمند جلوه بده و نشان بده، به این خاطر متکی با دروغ میشه و میخواد که مثلا بگه که بله ما چیزی که شما از ما خواهان هستین باورا دارم، در حالی که نداره. این هم موجود میشه که کودک باعث چی شود؟ بعد دروغ متوسل شود. نکته بعدی سهل‌انگاری و بی‌توجه است. گاهگاهی ما در خانه ها شوخی میکنیم، پدر و مادر به شوخی با هم میگن که دروغ های شوخی آمیز میگن، و این دروغ های شوخی آمیز هم به مرور زمان آهسته آهسته کودکان چی میکنه؟ به نحوی به یک الگوی رفتاری بهشون تبیه میشه و باعث میشه که این دروغ های شوخی آمیزی که مثلا پدر و مادر میگه من شوخی کردم باید بله. من مزاح کردم، در حالی که دروغ هست و نحوی فقط در یک لفافه خندامیز میگم و دروغ هست. و کودک همیره برای خود به نحوی چی میکنه؟ میگه من دروغی را یاد میگیره، دروغ هست. عوامل پیشگیرانه ای که شما رو اشاره کردین، اولی که ما علت پیدا بکنیم، علت هایی که زمینه ساز دروغ گفتن هست، خود ما در خانواده جستجو بکنیم و قبل از اینکه کودک به این مرحله پای بگذاره، در رفتارهای شخصی خود ما به عنوان پدر، به عنوان مادر، به عنوان برادر متوجه باشیم علت ها را. نکته بعدی همیشه ارزش بدیم به رفتارهای کودکان، ارزش بدیم با رفتارهای واقعی که خودشان از ذهن خود با اندیشه خودشان انجام میدن، نه رفتارهایی که ما بهشان تلقین میکنیم، رفتارهایی که با مثلا با تنبیه کردن و با فشار روی اینا تعبیه بکنیم. این رفتارها در حقیقت باعث یک رفتارهای تصنعی و مصنوعی میشه که کودک توان اصلیش نداره بهشون ارزش بدیم. در مورد مسائل منطقی بهشون بحث بکنیم، همیشه در قالب طنز، در قالب داستان، در قالب کتاب، در قالب رفتارهای اجتماعی مسائل با اینا منطقی بهشون بحث بکنیم که کودک شخصیت خود رو چی بکنه، در اون قالب تعبیه بکنه و بفهمه و پیدا بکنه. نکته بعدی خود ما الگوی خوب باشیم. همیشه حقیقت چیزی هست که ولو در یک رفتار بسیار کوچک هم باشه، حقیقت حقیقت هست. وقتی ما خود این رفتار میکنیم، کودک همون رو از ما چی میکنه؟ یاد میگیره. نکته بعدی رویاها، وقتی کودک میخواد خیال پردازی میکنه، رویا پردازی میکنه، مثلا کودکی میخواد خلبان شوه،
همیشه رؤیای پرواز داره. میگه پدر من امشب تیاره رو به هوا بالا بردم. من در سفینه بودم. ما ایر دروغ نپنداریم. یعنی در قسمت اول برنامه اشاره کردم. گهگاهی کودک بین واقعیت و تخیل خود برای ما چیزایی رو میگه. اینجاست که ما بهش احترام بگذاریم. بله بچه‌م تو روزی پیلوت میشی، روزی فضانورد میشی. یعنی بر رؤیاهایش چی بکنیم؟ احترام. اون رو دروغ نپنداریم. رفتار تند نبکنیم بهشان. بله. این رفتار تند هم باعث میشه که کودک باوجود بشه بخاطر مکانیزم دفاعی که برای خود ایجاد میکنه بعضی وقتا باعث دروغ میشه. بله. جناب استاد تماس داشتیم که متاسفانه تماس هم قطع شد. نتونستیم وصل بکنیم. در مورد پیامدهایش کوتاه اشاره بکنیم چون فرصت بله. خیلی محدود است و باز در اخیر بله. برنامه داشته باشیم راهکارهای است. بله. شما. مشکلات روانی از قبیل اختلالات اضطرابی، اختلالات شخصیتی برای کودک پیدا میشه اگر ما جلوگیری نکنیم، خصوص در مرحله اوجگیری. اگر ما جلوگیری نکنیم اختلالات شخصیت، خصوص اختلالات شخصیت ضد اجتماعی، چون دروغ بسیار پیامدهای وخیم داره. یعنی ما از وقتی کودک مرحله نهادی نمیشه، در دوره کودکی وارد مرحله نوجوانی میشه، دیگه حقیقت برای رنگ میبازه. آنچه را که خودش بر مبنای خواست خودش میخواهد او را حقیقت میبینه، ولی غیر منطقی باشه. نکته بعدی ضعف شخصیت در محیط خانواده پیدا میکنه، هم در محیط خانواده هم در محیط خودش پیدا میشه. یک شخصیت ضد اجتماعی میشه که باعث فاصله گرفتن اینها با خودش با خانواده میشه، از بین رفتن اعتماد خانواده و اعتماد دیگران، فرار از مسئولیت ها هست، از مسئولیت ها فرار میکنه و هر روز بر مشکلات شخصیتی و رفتاریش در بین جامعه بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. بله استاد، و کوتاه هم اشارات داشته باشین که حالا اگر ما اطفال دروغ بداریم با اینا چی برخورد بکنیم که منعیس یک راهکار کار بتونه در زندگی ما. این نکته اول، ما از همون دوران ارزش راستگویی را برشان تعبیه بکنیم. آموزه های معنوی را بیشتر و بیشتر، مثل که در ویدیو اشاره کردن که دروغگوی دشمن خدا هست، یک چیه معنوی، یک باور معنوی خیلی عمیق هست. و کودک آگاهی بتیم بین مرز واقعیت و دروغ، برایشان همیشه آگاهی بتیم که واقعیت چه هست، دروغ چه هست. در با کودکان خود ابراز احساسات بکنیم، هم به احساسات خودمون هم به احساسات اونا احترام بگذاریم. آنچه در ذهن خودشان هست بگذار بیان میکنن براتون. تمسخرشان نکنیم، رشخندشان نکنیم، مسخرهشان نکنیم. بگذار تخیل و او چیزای خود بر ما بگوین. این انعطاف پذیری داشته باشیم. گهگاهی که مثلا یک موضوع اشتباه میکنه دورم خطا پوش باشیم. نکته بعدی روی خواهرم هم هست، تنبیه و تمسخر نکنیم، تنبیه نکنیم، اهانت و تحقیر و توهین هم نکنیم. توقعات خود پایین بیاریم. توقع ما باید مطابق با انرژی و پاور و پتانسیل کودک ما باشه، با مو داده های ذهنی که مطابق با توانش باشه. نه اینکه کودک وقتی که مثلا پنجم نمره شد ما ادعا بکنیم که تو باید اول نمره شد. درست است ما تشویقش بکنیم، اما یک بار ببینیم که آیا IQ، فرصت‌ها، امکانات و چیزهایی که ما داریم آیا میتونه که مثلا یک بارگی از پنج مورد اول پرش بکنه. اینا را داشته باشیم و دیگه که محبت بکنیم و در این محبت خود صادق باشیم. محبت کاذب، محبتی که چی پیش روی پشت سر با دیگران هم همان گونه محبت داشته باشیم که اون ناظر او ناظر موضوع باید باشه. واقعا بس دروغ گفتن و دروغگویی در کودکان واقعا یک بحث جالب بود. از شما سپاس میکنم استاد به خاطر بحث جالب بودن. و فراموش نکنیم که ما در زندگی ما دو شخص را داشتیم که اگر دروغ هم گفت دروغش خیلی عالی بوده. یکیش پدر است، یکیش مادر. گاهی اگر گرسنه بودن دروغ گفتن که سیر هستیم، اگر مریض بودن دروغ گفتن که ما جور هستیم. باید قدر اونا رو هم در زندگی ما بدونیم و خدماتشان را انجام بدیم. بسیار سپاس میکنم از شما هموطنای گلم که بیننده برنامه خودتان و بخش روانکاو بودین. تا یک روز بعد با یک موضوع جدید و یک عنوان جدید در خدمتتان قرار میگیرم. تمامتان را به خداوند پاک و لعزال به امانت میسپارم. تا کلام و سلام. خدا نگهداری همیتون.